سلام دوستان، در خدمتون هستم برای یک فایل احساسی جدید. با هم میخواییم بریم ببینیم که عزیزانی که در جدایی به سر میبرند چه انرژی باشون همراهی میکنه در رابطه با این شخص، شخصی که کات هست، شخصی که جدا شدین ازش و چه پیشرفتی خواهد کرد این رابطه. پس عزیزان دل، دو انتخاب داریم، انتخاب مشکی و انتخاب مقدار رنگی. انتخاب اول ما این کارت مشکی ها هست، انتخاب بعدی این کارت هست. من زمانی که خوش آمد ها رو میگم لطف کنین انتخاب انجام بدین و اینکه بریم سراغ فالم. خوش آمد میگم به عزیزانی که تازه عضو کانال شدن. دوستان خیلی خیلی خوش آمدین و همچنین سپاس فراوان از شما دوستان یاران که هستین و با من همراهی میکنین. دوستان توجه کنین، شما کامنتاتون، لایکاتون به من دلگرمی میده و باعث زنده ماندن این کانال میشه. پس تا اونجایی که امکان داره لایک کنین دوستان. عزیزان دل، انتخاب خوب و بهتر وجود نداره. هر کدوم رو که دوست دارین انتخاب کنین و اگر میل دارین دوتا رو با هم دیگه نگاه کنین. مسئله دیگه ای که هستش، یک سری از افراد هستن که از تاروتخانی من خوششون نمیاد، پس مجبور نیستین عزیزان دل اصلا نگاه کنین. هر جایی که فکر کردین من تند حرف بزنم، خب طبیعت من هست، اونجا قطع کنین و بریم، مشکلی نیستش دوستان. ولی اینکه بریم ببینیم چه خبر هست. من از تاروت و اوراکل مختلف استفاده میکنم. پس اگر برای شما این زمانی که من به شما دادم کاملا برای شما کافی نیست، پس روی دکمه استوب بذارین، انتخاب کنیم و بریم ببینیم چه خبر هست. سلام به دوستان و عزیزانی که دست کارت سیاه رو انتخاب کردن. دوستان بریم ببینیم که شما در جدایی به سر میبرین و اینکه میخواییم با هم دیگه بریم ببینیم که چه انرژی هایی با شما همراهی میکنیم. ببین هنوز من کارت رو دارم مخلوط میکنم و حرف از قلب شکسته میزنه و اینکه سرنوشت که مسائل دارن حرکت میکنم، باز هم حرف از شک و تردید میزنه. میخواییم بریم ببینیم که انرژی شخص مقابل در مورد شما به چه صورت هست و چه پیشرفتی خواهد کرد این رابطه دوستان. خب بریم ببینیم چه خبر هست. حرف از ستاره میزنه، ستاره حرف از امید و آرزو، روشن شدن مسائل، راهی که در اون هستم راه بسیار عالی و خوبی هست و دارم بهش ژرفا میدم. خب لحظه هستش که من و شما با هم دیگه میخواییم این فال نگاه کنیم. خودتون رو رها کنید دوستان و توجه کنید که این فال ها کلی و عمومی هستن. اون چیزی که به شما میخوره برای خودتون بردارین، اون چیزی که بهتون نمیخوره دوستان عزیز رها کنین بره. اوکی؟ خب بریم ببینیم چه خبر هست. خب ببینیم این شخص رو، من کارت‌ها رو می‌چینم و بعد با هم دیگه توضیح می‌دیم. دارم نگاه میکنم ببینم کارتو همه میافتن توش نه کارم همه میافتن. من رو بالاتر ببرم که شما بتونید ببینین درست حسابی کارتا رو.
کارت دیگرم من میچینم و بریم ببینیم چه خبر است. و ما بر روی خب دوستان با هم دیگه ببینیم که چه خبر است. دوستان توجه کنین که انرژی این شخص در گذشته چی بوده. انرژی که کسی ببینید باورچین نوک پا داشته فرار میکرده. کسی که رفته، کسی که میترسیده، از مسئله میترسیده، از چیزی رو پنهان کرده بوده از شما عزیزان دل. و این که دارم میبینم که این شخص، من سعی میکنم یواش یواش صحبت کنم که همه به طبع همه بخوره. این شخص داشته پاورچین فرار کرد. ببینید دقیقاً در زیر چونین کارت در تاریکی و فقط نور ماه بوده. این کارت جالبی برای من نیست. یکی از این تعبیرات این کارت این هستش که شخصی بوده که میترسیده و فرار کرده، رفته. و در طرف دوم این کارت این هستش که شخصی بوده که پنهانکاری های زیادی از شما در گذشته داشته. دوستان عزیز توجه کنید، این شخص ممکنه حتی این رفتارش، این انرژی شخصی هست که کاری من دارم یواشکی انجام میدم، خیانتی رو انجام میدم و اینکه نمیخوام که تو متوجه بشی. خب پس من کاری رو پشت سرت انجام دادم. و بعد کاری که کرده در مقابل پیام‌های شما، در مقابل سخنان، در مقابل حرفی که باید با شما میزده، تبادلی که باید انجام میداده با شما، تنها راهی که پیدا کرده اینه که در شاید مکالمه رو با یک سری از شما عزیزان دل بسته باشه و اینکه خوشحال و خوشنود باشه از اینکه ببین من چجور در رفتم. یک سری از آدم ها هستن که شجاعت برخورد با یک سری از مشکلات رو ندارن، اوکی؟ و اینکه شجاعت اینکه رو در رو بشینن حرف بزنن و مسائل مشکلات رو حل کنن ندارن و خودشون رو پشت تلفنشون رو قایم میکنن یا پشت یک نامه قایم میکنن و دیگه خبری ازشون نمیشه. خب این انرژی که در گذشته بوده دوستان، ببینیم در گذشته چه چیزی از میخواسته. در گذشته میخواسته که تغییر و تحول بسیار بزرگی در زندگیش با شما به وجود بیاد. این انرژی که با شما میخواسته، واقعا دلش میخواسته که ببینین این رعد و برقی که خورده این حالتی. یعنی من فکر میکنم که ورود شما در زندگی این شخص برای این شخص مثل یک رعد و برقی بوده که به زندگیش خورده بوده و کاملا اون عادتهاش رو تغییر داده بوده، درونش رو تغییر داده بوده. این کارت حرف از حتی میتونم بهتون بگم عشق واقعا قوی و در یک نگاه هم میتونه باشه. شما به هر حال کاملا شاید یک انرژی داشتین که در درون این رو چیکار کرده، بسیار متحول کرده بوده.
این شخص اگر فرزند داشته واقعا در گذشته از فرزندانش میترسیده، میترسیده مشکلاتی در مورد فرزندانش براش با شما به وجود بیاد، چون شما یک شوک بسیار بزرگ در زندگیش بودین. حالا این شوک میتونه خیلی خوب باشه چون، ولی میتونه بد باشه. چرا؟ چون ممکنه که با زندگیش داشته مخالفت بوده، یعنی اینکه من یک انرژی دارم که شاد و شنگول هستم، مثلا اون شخص بسیار در درون خودش هست و اینکه این رعد و برقی که میاد باعث میشه که من مثل یک رعد و برق تو زندگی اون هستم، و اینکه ممکنه که عادتهایی رو که اون ناداشتن بچه هاش داشته، خودش داشته، تغییر تحولی درش انجام بشه. طرف دیگه در گذشته به طور کلی این شخص از یک شروع دوباره میترسیده، با اینکه شما براش بسیار مهم هستین و تغییر و تحولی در زندگیش اساسی به وجود آورده بودین، این از این مسئله میترسیده. خب برای که شخصی هست که شاید آسمان زندگیش آنچنان نورانی نبوده و همیشه حالا ابر میومده، مشکلات زیاد بودن، یعنی مشکلاتی که میومدن هم میرفتن زیاد بودن، و اینکه هر دفعه یک مسئله تازه، مشکلات تازه شاید تو زندگیش به وجود میومده، و خودش هم شاید شخصی بوده که هم به همه چیز، به هر مشکلی که در زندگیش به وجود میومده یک قدرت الکی میداده. خب دوستان توجه کنین، یک سری ها میگن که آره نه وقتی که تعبیر فال میکنی این اینجوره اون اونجوره، ممکنه که ضد نقیض باشه. آره عزیز دل، هر کسی یک شرایطی داره، این فالها فالهای کلی و عمومی هستن. من سعی میکنم شرایط رو برای همه تعریف کنم، اون چیزی که به شما میخوره برای شما برداره، اوکی؟ و حالا حالت روحیش در حال حاضر نسبت به شما چی هستش؟ به فکر یک ساخت و ساز و به فکر یک همکاری هست، اوکی؟ به فکر این هست اگر همونجور که گفتم یک سریاشون اگر فرزند دارن، اگر خانواده‌ای در کنار دارن، به فکر این هستن که چگونه همه رو با همدیگه بتونن چکار کنن، به قول معروف جمع کنن و یک ساخت و سازی داشته باشن، انگار میخواد یک گروه بسازه، اوکی؟ برای یک سری از شما دیگه عزیزان ممکنه که با همدیگه ساخت و سازی داشتین قبلا، خانه ای داشتین، ساخت و سازی داشتین، و این شخص الان در حال حاضر در مورد این ساخت و سازی که شما داشتین با هم دیگه، خانه ای که شما داشتین، میخواد تصمیمی بگیره. تصمیمی بگیرم چه کار کنیم؟ با هم بمونیم این خونه رو مثلا نگه داریم، بعد یه کاری با این خونه انجام بدیم، بفروشیمش، یا اینکه نگهش داریم اجارهش بدیم، مثلا بهتون میگم، اوکی؟ ولی به طور کلی یا اینکه این شخص به فکر یک ساخت و ساز هست با شما و به فکر این هستش که چه راهی بره و اینکه همه با هم خوب باشن، چون این کارت گروهی هست، کارت این هستش که چندین و چند نفر در یک معادله وجود دارن، اوکی؟ پس توجه کنین، هر کسی ممکنه که چی هستش در یک شرایطی باشه. ممکنه که این شخص الان به فکر این مسئله هست، به فکر این ساخت و ساز هست، به فکر این خانه هست که شما با هم دارین یا با هم خواهین داشت، و به فکر این هست که چگونه بتونه همه رو با هم دیگه در کنار هم جمع کنه. توجه کنیم که در انرژی این شخص، حالت روحی این شخص این هست که کائنات هم در کنار ما هستن، اوکی؟ تنها نیستیم. شما رو چجگونه میبینه دوستان عزیز؟ شما رو میبینه مثل شخصی که خوشحال، خوشبخت هستین. حالا شاید یک سری از شما اون دردی که دارین رو کاملا اون شخص متوجه نمیشه، ولو اینکه متوجه بشه میگه شما مادیات، از نظر مادیات و از نظر اون چیزی که باید در زندگیتون وجود داره که و خودتون دارین چیکار میکنین، از اون تک و تنها استفاده میکنه. تک و تنها استفاده میکنم، منظورش این هستش که شما استفاده بهینه از زندگیتون و از رفاهی که در زندگیتون هست دارین میکنین و خوب و خوش هستین، میتونین یعنی حداقل خوشحال باشین، از زندگیتون استفاده های بهینه بکنین، رفاهی دارین در زندگیتون، و اینکه اون از برکتی سر خودتون هست، از تلاشی که خودتون کردین، و اینکه شخصی هستین که قابل احترام و قابل ستایش به خاطر
حالتی که داریم. و اینکه ببینید دوستان، واقعا شما رو شخصی خوششانس میبینه و شخص لنگر افتاده، شخصی هستین که ثبات دارین، شخصی هستین که سر جان واقعا واسادین، از شاکرای تکیگاه بسیار قشنگی برخوردار هستین، استحکام دارین، تعادل روحی دارین و اون چیزی رو که باید در زندگیتون دارین و شما رو شخصی خوشبخت و خوششانس میبینه. خب حسی که نسبت به شما داره دوستان این هستش که شما سرنوشت در راه شما رو قرار داده به این صورت، و اینکه این حسش این هستش که با شما وارد دوره جدیدی از زندگیش میشه، شما یک چیز دیگر رو نشونش میدین. اوکی؟ حسش به شما این هستش که ببین آرکان ماژور برای شما افتاد، یکی اینکه در گذشته نسبت به شما چجوری بوده آرکان ماژور افتاد و الان هم آرکان ماژور افتاد. اصلا به طور کلی این من دارم میبینم که در مورد این شخص برای شما آرکان ماژور افتاد، پس احساساتش قوی هست نسبت به شما، یعنی که شما براش اقبالش هستین، چرخ اقبالش هستین، شما در سرنوشتش هستین، شما شخصی هستین که باهاش میتونه جلو بره و به فکر این هستش که با شما بیاد صحبت کنه، ولی میترسه، داره به دنبال یک حالا حیله، وقتی که من میگم منظورم چیز بدی نیستش، به دنبال حالا یه جوری هست که بیاد به سمت شما صحبتی رو با حالا زرنگ بازی مثلا بیاد صحبت کنه، یه راه حلی پیدا کنه. ولی که اینجا دارم میبینم که خودش این شخص دو جلوی یک سری از پیام ها رو گرفته و اینجا دارم میبینم که به دنبال یک راه حلی هست که بیاد با شما صحبت کنه. بچه برای که میترسه. خب عزیزان دل، چه قصد و نیتی در مورد شما داره؟ قصد و نیتش در مورد شما آقای امپراتور افتاده. وقتی که امپراتور برای این شخص، اگر حالت روحیش افتاده بود که حالا خودش افتاده بود، میگفتم تکانه نمیخوره. قصد و نیتش وقتی افتاده آقای امپراتور، حرف از این میزنه که میخواد با شما یک پروژه بسیار مستحکم داشته باشه، یک زندگی مستحکم داشته باشه. انرژی که این شخص داره عزیزان دل، توجه کنین، انرژی شخصی هست که من میخوام بسازم با تو، من با تو پروژه زیاد دارم، میخوام به یک ثبات با تو برسم. و دو تا کارت دیگه، کارت خودش باز در اومد. اوکی؟ و اینکه کارت افتاد اینجا، حرف از این میزنه مردی که به شما احساس بسیار بسیار قوی داره. اوکی؟ چه چیزی رو میخواد با شما بسازه؟ زندگی عاطفیش رو میخواد با شما بسازه، احساساتش رو میخواد با شما بسازه. کارت بالا هم دیدیم که حرف از ساخت و ساز میزد. اوکی؟ چیزی رو که باید شما بدانید و در مورد این شخص نمیدونید، چند تعبیر این داره. این شخص حالا یا به دنبال حقیقتی هست این، یا اینکه به دنبال یک تصمیم دادگاه، اداره و سازمانی هست که شاید در حال حاضر فکر و ذکر این شخص مربوط به اون هست. شخصی هستش که شاید در حال حاضر از احساساتش فاصله گرفته و اینکه در حال حاضر دارم میبینم که شاید حتی مکالمه رو روی شما قطع کرده باشه، در این برج خودش پناه برده باشه، نشسته باشه دور، با اینکه دور و بر شاید آدمای دیگه‌ای باشن، ولی به طور کلی خودش بر روی شما درو بسته. اوکی؟ نشسته. از جانب دیگه پس منتظر یک، این دوتا به من میگن که سازمان و اداره و مردمی که دور و برش هستن به دنبال چی هستش؟ منتظر یک تصمیم اداره، سازمان، دادگاه چیزی هست دوستان. خب حالا ببینیم که چه مسئولیتی داره این شخص. این شخص مسئولیتی که داره، ببینید قلبش رو نگاه کنین، قلب بسیار بسیار دردی داره، گذشته احساسی بسیار خرابی داشته، به قولن هر کسی یک تکه از قلبش رو کنده و برده و از درون داره فریاد میکشه، ولی اینکه در حال حاضر ببینه قیافه‌ای به خودش گرفته که من حالم بسیار خوب و خوش هست و همه فقط ظاهرش رو به دیگران نشان میده و اون چیزی که در درونش میگذره رو روش بسته. پس دیگران نمیبینن، ظاهر زیبای این شخص رو میبینن که همه چیز رو به راه هست، ولی از قلب شکسته این شخص هیچ کس خبر نداره. بله. و احساساتش ببینید داره باهاش واقعا بازی میکنه. احساسات همینجور دارن از سری سری میان و شک و تردید و یک مقدار انگار در درون خودش بسیار
چی هستش رفته و ممکنه که خبرهایی هم اشخاصی اونایی که دوروبر شما کسایی هستن که همدیگر رو میشناسی ممکنه که دوروبری ها براش خبر بیارن و این به این دو مرتبه گموگیجی در مورد شما بدن. پس چرا مسئولیت این شخص در مورد شما قلب بسیار دردی داره؟ خب حالا شما باید چه کار کنید دوستان؟ شما باید به یک مسئله بسیار سختی در زندگیتون پایان بدید، به این درد و رنجی که شاید این مسئله این رابطه برای شما به وجود آورده پایان بدید، به این مسئله که باعث بیماری یک سری از شما داره میشه داره باید پایان بدید. حالا یعنی که چی دوستان؟ یعنی این که بذارین اون شخص خودش باید دست به اقدام بزنه. اوکی؟ شما به فکر خودتون باشین، برین راه، برین ورزش کنین، به فکر سلامتیتون باشین، تصمیم بگیرین که شادی وارد زندگیتون بشه تا اینکه این شخص دیدین که احساساتش نسبت به شما چی هست. اوکی؟ پس خودتون اونقدر بیمار نکنین. به چه سمت و سوی میریم و نتیجه این رابطه؟ ببینین، حرف از کارت از عشاق میزنه، حرف از عشاق بر شما میزنه. عشاق دوستان عزیز توجه کنین، کارت هستش که حرف از تصمیم گیری میزنه، تصمیمی که باید بگیرم و بگیریم و نگرفتم. از جانب دیگه کارت عشاق برای من یک کارت بسیار بسیار زیبا از نظر احساسی هست و حرف از این میزنه که احساسات داره به وجود میان یا وجود دارن و پروژه هایی نگاه کنید دوستان، این حرف از پروژه میزنه. اوکی؟ و پروژه هایی که در زندگی شما وجود داره با هم دیگه عزیزان دل. اوکی؟ پس به سمت یک زندگی احساسی پروژه با این شخص، چیزهایی که دارن شکل میگیرن هست. دوستان توجه کنین، به آخر یک دوره سخت داریم میرسیم با این شخص. اوکی؟ به آخر این استراب ها، استرس ها، این مسائلی که برای شما حملش بسیار سخت بوده، یک سری از شما فکر میکنین که آنچنان جذابیتی دیگه بین شما وجود نداره، برای این که یا شما یا شخص احساسیتون. ولی من دارم میبینم اینجا این کارتا دارم بهتون میگن که به آخر یک دوره سخت برسید. حالا من یک کارت براتون میکشم، ببینیم که روی این که میگه فکر میکنین که شما جذابیتی وجود نداره، به خاطر چی؟ به خاطر این که من فکر میکنم زمانی که این شخص بر میگرده و زمانی که به این تصمیم میگیرین، پروژه دارین با هم دیگه، به یک سری از مشکلات پایان میدین، با همه این احوال اونجوری که باید و شاید در اول میدونین مسائل مطرح نشده و اینکه ممکنه باز هم مسائل پنهان شده باشه از شما، برای همین احساس کنم شاید اون شخص یک مقدار فاصله بذاره یا شما مقداری فاصله بذارین در این رابطه، به خاطری که قبلا تجربه داشتم مارگزیده ریسمان سیاه و سفید میترسه. پس شما دوستان عزیز در ابتدا شاید و اون شخص هم ممکنه همین جور باشه، بین خودتون یک فاصله ای رو رعایت کنید. اوکی؟ خب عزیزان دل، این فالو شما بود، امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه. من از شما خداحافظی میکنم و بهتون میگم روز و روزگار خوش. سلام به عزیزان و دوستانی که دسته دوم رو انتخاب کردن. دوستان با هم ببینیم در انرژی شما نسبت به این شخص چه خبر هست، در رابطتون در جدایی هستیم و ببینیم که چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه در این رابطه، اون شخص چه به چه صورت هست در انرژی هاش و اینکه به چه سمت و سوی پیشرفت میکنیم، آخر عاقبت این رابطه چه خواهد شد. خب ببینیم چه خبر هست عزیزان دل. من همجور که من با شما صحبت میکنم کارتا رو مخلوط میکنم و اینکه بریم ببینیم که عزیزانی که دسته دو این دسته کارت انتخاب کردن چه پیشرفتی در رابطه احساسشون با شخصی که دراش کات هستن یا سردی هست بینیدون ببینید. اوکی،
من کارتای دیگه نمیزم پرویسا عزیزانی که دسته دوم انتخاب کردن چه انرژی هایی همراهی میکنه باش ببخشید دوستان من یادم رفته میکروفون رو بذارم اوکی اوکی و فرشتگان عشق بازم یک کارت دیگه از فرشتگان عشق اوکی بریم ببینیم چه خبر هست خب دوستان بریم ببینیم که فال شما به شما چی میگه در گذشته این شخص عزیزان دل توجه کنین این کارت دو معنا چند معنا داره اوکی من معناهای مختلفش رو بهتون میگم شخصی بوده که در گذشته نسبت به شما انگار مقداری غرور داشته مقداری غرور بیجا داشته یک طرف قضیه هستش این برای اونایی که شخص رو شاید بشناسین به این صورت برای طرف دیگه این هستش که این شخص میخواسته با شما در زندگیتون مقداری سخاوتمند باشه در رابطه‌ای که با شما بوده سخاوتمندی داشته باشه این تعریف دوم تعریف سومش اشخاص دیگه‌ای به این شخص در زندگیش بودن و اشخاص دیگه‌ای در این رابطه در این معادله وجود داشتن که این شخص باید خودش رو بین دو جا تقسیم می‌کرده اوکی بین دو نفر دو شرایط خودش رو تقسیم می‌کرده بین دو خانواده خودش رو تقسیم می‌کرده و اینکه باید یک تعادلی از این نظر در زندگیش به وجود می‌آورده شاید شما تنها شخص زندگیش
شخص اول زندگی این شخص نبودین و اینکه دوست داشته یک سری از مشکلات رو حل کنه و اینکه به سمت خوشبختی با شما بره. پس یک تعادلی رو می‌خواسته به طور کلی. حالا اگر بخوام این سه تا کارت رو با هم تعبیر کنم، این هست که این شخص ممکنه که دلش می‌خواسته که یک تعادلی وارد این رابطه بشه و اینکه آنچرا که من و تو می‌دیم همون رو دریافت کنیم و با هم عادلانه رفتار کنیم. خب چیزی که از شما میخواسته، از شما میخواسته که استقامت کنین، موقعی میخواسته که صبر کنین، ولو اینکه شاید شما یک سری از شما عزیزان دل بسیار صبر کردین و خسته بودین، باز هم این شخص توقع اینو داشته از شما که صبر کنین، به خاطر اینکه به این زودی مسائل حل خواهد شد. در مقابل چی؟ ببین این شخص خودش مشکلاتی مثل کوه داشته، پس شاید مانع بزرگی بر سر این رابطه شما وجود داشته و این شخص دوست داشته که این رابطه درست بشه، ولی با صبر، ولی با استقامت، ولی اینکه شما ممکنه که از پا در بیاین، این توقع رو از شما داشته. اوکی. به خاطری که من وقتی که کوه رو اینجا میبینم و اینکه نوه چوب رو میبینم، مسئله هست که بسیار طاقت فرسا، صبر و انتظاری هست طاقت فرسا. اوکی؟ حالا حالت روحیش نسبت به شما در حال حاضر این هستش که نقاب بر چهره دارم، حقیقت رو به تو نمیگم، مکالمه رو روی تو بستم، با تو سرد هستم، خودم رو به صورت شخصی در آوردم که احساس ندارم. یعنی حداقل این حالت رو به خودش از اینکه احساس داشته باشه نسبت به شما ممنوعیتی به خودش داده، در روی احساساتش بسته و بسیار محتاطانه داره نگاه میکنه در مورد تغییر و تحولی که ممکنه که شما در زندگیش به وجود بیاری. پس در روی شما بسته و اینکه ممکنه که شما رو شاید مثل یک خطری ببینه برای زندگی کاریش، برای زندگی اجتماعیش و یا حتی خانوادگیش. اوکی؟ شما رو ببینه مثل شخصی هستش که نسبت به شما بسیار محتاطانه داره نگاه میکنه که شما چه کار میتونید توی زندگیش انجام بدین، یک وقتی کاری نکنین که تعادل این شخص رو به هم بزنید. برای همین در رو روی شما بسته. نگاهی که بر شما داره، شما رو میبینه شخصی که نمیخواین توی زندگیتون اشتباه کنین، شخصی هستین که شاید انتخابات زیادی، گزینه‌های زیادی سر راه شما وجود داره، ولی اینکه شما بگین نه برای من وجود نداره، اون شخص این نظر رو داره. شما رو میبینه مثل شخصی که از نظر احساسی و عاطفی واقعا اشخاصی هستین مستحکم و اینکه میدونین توی زندگی احساسیتون چی میخواین، توی زندگیتون به طور کلی چی میخواین و همیشه میخواین انتخابی داشته باشین که بر روی اون اشتباه نکنین و اینکه من از این همه جام من باید یکی انتخاب کنم و ممکنه که اون یکی یا توش الماس باشه یا توش یک مار باشه که منو نیش بزن و منو بکشه. پس شخصی هستین که نمیخواین انتخاب بد داشته باشین و شخصی میبینه شما رو که احساسات بسیار قوی دارین و از نظر احساسی همچنین دوستان عزیز شما بسیار استحکام و تعادل دارین. حسی که نسبت به شما داره دوستان، وقتی که به شما فکر میکنه حالش به این صورت هست: نخوابی، نمیتونه بخوابه، شبهای سفید رو بس پشت سر میگذاره، استراب و استرس بسیار زیادی نسبت به شما داره و زندانی ترسش هست در مورد شما. خب برای چی؟ برای اینکه نمیدونه چگونه میتونه با شما یک شروع دوباره داشته باشه. چگونه میتونه، حالا موضوع اینجا حرف از باز هم مثل انتخاب قبلی حرف از فرزند میزنه، در این فال حرف از فرزند میزنه به خاطر اینکه شاید فرزند در این موضوع وجود داشته یا وجود خواهد داشت، فرزندی که وجود ببخشید بر فکر ذهن اونو درگیر کرده. اوکی؟ شروع دوباره، شروعی که با شما خواهد داشت یا به وجود خواهد آمد، ذهنش رو درگیر کرده و اینکه نمیدونه به چه صورت دست به اقدام بزنه، عمل کنه یا اصلا چه خواهد شد. ماجرای احساسی شما برای این شخص بسیار سنگین هست. اوکی؟ برای من
اینجا این دوتا کارت که روی این کارت میاد میگه که از شما میترسه، از رابطه ای که با شما داره میترسه. نمیدونم چرا اینقدر این شخص میترسه. اوکی، حالا توجه کنید قصدانیتش نسبت به شما این هستش که اولا که نمیخواد تکان بخوره، اوکی، از جاش نمیخواد تکان بخوره چون میترسه اگر تکان بخوره امنیتی از زندگیش میره، خب چیزی رو از دست میده، چهارچوب مستحکمی که برای خودش بنا کرده فرو میریزه. پس دلش شاید بخواد با شما باشه ولی دلش میخواد رابطهش با شما رو مخفی نگه داره، اوکی؟ شاید این مسئله شون برای با شما حرف بزنه دوستان، شاید اگه باتون حرف نزنه برای یک سری از شما باشه برای همه نباشه این فال، اوکی؟ این شخص میخواد اگر رابطه‌ای با شما داشته باشه این رابطه مخفی باشه. چیزی که باید بدونین این شخص در زندگی این شخص بسیار کشمکش وجود داره، کشمکش با دیگران و یا خودش در درون خودش کشمکش داره. شاید از نظر کاری باشه، در شغلی هست، در کاری هست که رقابت زیادی وجود داره، ولی به هر حال این شخص با خودش کشمکش بسیار زیادی وجود داره و نمیدونه چی میخواد و حتی ممکنه که برای یک سری از این شخص احساسی شما دوستان توجه کنید، این شخص ممکنه که به طور کلی از نظر سلامتی هم سلامتش الان یک مقدار بالا پایینی هست. حرف از این دوتا کارت به من حرف از عمل میزنه، اوکی؟ حرف از مسائل سلامتی میزنه، حرف از شکستگی میزنه، دوتا کارت با هم دیگه. شخص ممکنه که واقعا حالت روحیش حالت خوبی اصلا نباشه و به طور کلی آرامش در زندگیش وجود نداشته باشه. مسئولیتی که داره این هستش که شخصی هستش که اصلا اعتماد به نفس به خودش نداره دوستان. شخصی هستش که کم کم به فکر بنا کردن یک مسئله هست، شاید هم به سمت شما اومدن و پیامی به شما دادن هست و اینکه میترسه چون ببینید کارت سرباز وقتی که میفته سرباز همیشه یک بچه هست، 12-13 ساله نوجوان هست. پس اونقدر هنوز به یک بلوغی نرسیده که بخواد اون اعتماد به نفسی رو که باید داشته باشه و اینکه برای یک سری عزیزان دل مشکل این شخص این هستش که با شما رو راست بشینه صحبت کنه، اوکی؟ بشینه با شما رو راست صحبت کنه، با این مسئله مشکل داره چون اعتماد به نفس نداره. برای یک سری دیگه از عزیزان این شخص در یک رابطه دیگه هست که خیلی وقت هست که داره طول میکشه، زمان برده، بین خودش و اون شخص یک حلقه قدیمی وجود داره و این مسئله مسدودیت هست برای یک سریاتون، اوکی؟ اوکی، بریم ببینیم که شما باید چه کار کنید. شما باید دوستان عزیز به خودتون بیان، اعتماد به نفس داشته باشید، زندگیتون رو دستتون بگیم. کارت آرکان ماژور برای شما افتاده. شما باید بدونین که قدرتمند هستید، متوجه بشین که قادر به هر کاری هستین و به این دوگانگی که در درونتون وجود داره و ابهاماتی که در درون شما وجود داره عزیزان دل پایان بدین و قدرت بگیرین در مقابل مسائل، در مقابل اون چیزی که دور و بر شما هست باید قدرت بگیرین. به چه سمت و سوی دارین میرین؟ چه پیشرفتی میکنه این رابطه؟ این هم حرف زدیم، شاهنامه آخرش خوش است و اینکه بریم ببینیم که این رابطه چه پیشرفتی خواهد کرد. پیشرفتی که خواهد کرد شما نسبت بهش از نظر احساسی فاصله میگیرید. دقیقاً یک زوج افتاد این بالا، اون شاه بود، شما دارین تبدیل به ملکه میشین، ملکه شمشیر و هر ملکه شمشیر به حس درونیش توجه میکنه و اینکه میفهمه چی میخواد چون تجربه داره، اوکی؟ و حرفایی که میزنه حرفایی هستن که آنچنان خوشایند نیست. پس ممکنه از نظر کلامی شما هم یک مقدار با این شخص سخت برخورد کنید و اینکه ببین دو تا کارتای بعدی داره میگه. به خاطر چی؟ به خاطری که ممکنه مکالمه بین شما به وجود بیاد که مکالمه باشه، کلماتی که بین شما رد و بدل خواهد شد کلماتی هستن که واقعا قشنگ و زیبا نیستن و اینکه ممکنه که دو مرتبه برای شما استراب و استرس بیاره. پس شما
چیکار میکنین؟ من فکر میکنم که مقاومت میکنین، میایستین در مقابل این مسائل. شما به صورت واقعی و دارم میبینم حرف از این میزنه که ماسک از صورتتون بر میدارید. من فکر میکنم که یک بحث و گفتگوی بین شما به وجود خواهد آمد و حقیقتهایی برملا خواهد شد که دردناک هستند. کارتای بعدی حرف از این میزنه که عشقت رو بیان کن. من شاید فکر میکنم که از احساساتتون حرف خواهیم زد به صورت واقعی، چون دارم میبینم این شخص میترسه از اینکه بخواد حقایقی رو به شما بگه. احساساتون رو بیان خواهیم کرد و کارت بعدی داره این حرف رو میزنه که حالا یا اینکه اون شخص احساسی شما هنوز به اون بلوغ نرسیده، بلوغ احساسی که این رابطه شما رو تحت تاثیر قرار داده، و یا اینکه به طور کلی موضوع فرزند هست دوستان. اوکی؟ اینجا هم دیدم به خاطر فرزندانش شاید مشکل داره، موضوع فرزند یا فرزنددار شدن هست که شاید رابطه شما رو تحت تاثیر قرار داده دوستان، و یا اینکه این شخص به طور کلی شخصی نیستش که اصلا به این بلوغ رسیده باشه که بتونه یک انتخابی رو داشته باشه توی زندگیش، و من فکر میکنم شخصی هست به طور کلی مشکل دار و پاش جای دیگه گیر هست، در مسائل دیگه گیر هست. خب عزیزان دل، این فال شما بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من از شما خداحافظی میکنم و بهتون میگم روز و روزگار خوش.